بخشاینده و نهایت مهربان و با عرض سلام و امتنان حضور یکا یک شما عزیز بیننده های نهایت گرامی تلویزیون نورین، بالاخص علاقمندان خوب برنامه طبی درمانگاه. آرزو می‌برم که جور و صحتمند باشین و هفته خوش را سپری کرده باشین. دوستان عزیز و علاقمندان نهایت گرامی، در این برنامه باز هم خوشبخت هستیم که با یک تن از متخصصین مجرب کشور عزیزمان افغانستان صحبت را در رابطه به طب و طبابت داریم که جناب ایشان سید نسیم هاشمی، متخصص جراحی عمومی و همچنان یورولوژی و عضو بین المللی جراحان می باشند که حضور گرم و صمیمانه شما را در برنامه امشب درمانگاه خوش آمدید بگید. شکر. دکتر محترم، نخست میشه در رابطه با امراض شکم و دردهایی که همتان آن عزیز ما مصاب می باشند لطف بکنید کم معلومات را. با تشکر از شما، ما هم از سلام و ادب دارم خدمت بیننده های عزیزم. در رابطه به موضوعی که شما یادآور شدین، شکم دردی یا دردهای بطن، دردهای معمولی است که اکثرا مردم ما حداقل یک مرتبه دو مرتبه دردها را تجربه کردن. دردهای شکم در مجموع دو شکل می باشن، یا دردهای فیزیولوژیک یا دردهای معمولی است که گاهی پیدا می شود با گرفتن بعضی از غذاها و گاهی خود به خود گم می شود، نیاز به تداوی ندارد. بعضی دردهایش دردهای پاتولوژیک یا دردهای مرضی است که هم باز به دو دسته تقسیم می شود، دردهای جراحی و دردهای بدنی داخله یا غیر جراحی. معمولا دردهای بدنی غیر جراحی شامل امراض پارازیتی یا امراض معده مایع میشه که سبب از او میکروب های مختلف یا پارازیت های مختلف میشه. نظر به نوعیت درد، نظر به نوعیت کلینیک مریضی، هر شکم دردی فرق میکنه. دکتر سمی محترم، چگونه ما میتونیم که از دردهای مزمنی که در شکم و اعضای بدن انسان وارد میشه چگونه جلوگیری بکنیم و چی فرموده هایی داریم به عمتان عزیز؟ بسیار یک موضوع مهم است. معمولا ما شما برخوردیم به این که گاهی وقتی که یک کسی شکم درد میشه میره به دواخانه مراجعه میکنه و دوا میگیره، دوای خود سرانه میتونه مرگبار باشه. مریضی که عاملش تثبیت نشده باشه در داخل بدن، چون یک صندوق سربسته است، تا وقتی که تشخیص نشده خصوصا دوای ضد درد گرفتن این سبب میشه کلینیک مریضی رو تغییر بده و دوست ما که دل درد میباشه یا شکم درد میباشه او علاوه به یک تداوی نمیشه احساس بیبودی میکنه به شکل کاذب و فکر میکنه که ما دیگه خوب شدیم، نیاز به تداوی ندارم، در حالی که پروسه مرضی در حال پیشرفت است و ممکن است عواقب بسیار وخیم داشته باشه. بله دکتر محترم، در رابطه با مشخصا درد اپندکس که در بدن صورت میگیره و میانجامه، زیادتر چه عوامل باعث این مرض میشه و انجامش را باید هموطنان عزیز ما چه بکنن از دید شما؟ اپندیسیت یا مرض التهابی اپندکس که یک رودگک ازوفی است در قسمت روده کلان، این التهابات از این عوامل مختلف دارد. عوامل داخل قنات از یا داخل شکل تیوبولر از یا یک شکل نرماننده دارد، داخل از این ارگاه یک خستی حبوبات یا کتله مواد غایطه سخت شده یا پارازیت ها داخل شوه و سبب بندش لومن از این شوه، هم میدانه اروای خونرسانی را به این خراب بکنه. همچنان میتونه اسباب دیگه که
سبب برهم خوردن الوایا گودرزونی به شود، هم میتونه که اپندکس و التهاب معروض بکنه و التهابات ازی به صورتی که تداوی نشه و عملیات نشه ممکن است به تصفب یا سوراخ شدن ازی و بالاخره به پیتونیت ها یا دردای منتشر بدنی که بسیار عواقب خراب میتونه داشته باشه به انجامه. در قسمت تشخیص ازی باید عرض بکنم که درد اپندکس یا که به صورت عموم مردم هم اپندکس میگن در حالی که اپندیسیت است، دردهای اپندیسیت یا دردهای اپندکس معمولا از ناحیه اطراف ناف یا کل بدن درد میکنن، بیشتر با دردهای شروع درد با دردهای معده مغالطه میتونه شود که مریض هم فکر میکنه ممکن است من یک درد در ناحیه معده خود داشته باشم، با گرفتن یک انالژیزیک یا یک آنتی اسید و گپا ممکن است من خوب شوم، در حالی که آستا آستا درد پیشرفت میکنه و بالاخره موضعی میشه به طرف راست و قسمت پایینی شکم که تشخیصش بهتر میتونه اومده شود. این صورت ما در رابطه با تداویش باید عرض بکنم که تداویش تداوی جراحی است، یک عملیات بسیار معمول است و تقریبا بیشتر از 70% عملیات های جراحی تشکیل میده. دکتر صاحب در لابلای صحبتهایتان در رابطه با اپندکس گفتیم روده اضافی است، چگونه میتونیم که یک عضو در بدن ما باشه و باز اضافه خلق شد؟ وقتی اضافی میگیم تا امروز علم طبابت خوبی های از دیتال تشخیص نکرده، ممکن است در قسمت مدافع یا مثل که در گلون شما تانسل داره اندی رقم وظیفه محافظتی داره، اندی رقم در شکم هم ممکن است وظیفه محافظتی یا مدافعی داشته باشه که هنوز هم وظیفه ازی تحت سوال است، اما در دنیای پیشرفته گاه گاه ضرورت پیمفته که عظمی عضو برای پیوند هایی که در رنگ ها یا در حالف ها نیاز می باشه عظمی عضو استفاده میشه. بله دکتر صاحب، چگونه ما بتانیم که بفهمیم که هر شکم دردی ما اپندکس نیست و یا اپندکس است؟ سوال بسیار خوب. تشخیص اپندیسی ایجاب میکنه با متخصص توسط متخصص جراحی صورت بگیره. خود وطنهای ما ممکن است یک درد اپندیسی در باید درد عادی بدن اشتباه بکنن یا یک درد عادی بدن با یک اپندیسیت اشتباه بکنن که معمولا کسایی که شکم درد میشن حرف اول پیشانی میباشه که مرد من اپندیسیت شده، در حالی که ممکن است امو یک حادثه پرازیتی یا میکروبی باشه یا یک درد فیزیولوژیک بدنی باشه. در هر صورتش ایجاب ازیره میکنه که هر شکم دردی توسط دکتر جراحی مربوطش تشخیص تدریجی شد و با سایر امراضی که در بدن می باشد بعدش با تداوی شکم صورت می بله. و در رابطه با تداوی و تشخیصش و صحبت های عالی داشتین، در رابطه با عملیاتش آیا در کشور عزیزمان افغانستان شما آنقدر وسایل های پیشرفته و تجهیزات مکمل طبی را میبینین که با مدرن و سیستم بین‌المللی مجهز باشه و همچه عملیات ها را به گونه شد که در آینده اضرار را در وجود شخص ایجاد نکنه؟ بله، اتفاقا مریضی اپندیسیت یک مریضی بسیار معمول است که وسایل و تجهیزات بسیار پیشرفته ضرورت نداره. شما میتونید در یک عملیات خانی که به یکی از ولسوالی های افغانستان باشه با امکانات بسیار محدود مریضی را عملیات بکنید. عملیات های ازی امروزه در دنیا به دو شکل میشه، هم جراحی های اوپن یا جراحی های باز و هم جراحی لپاروسکوپی که توسط دستگاه پیشرفته تیپی عملیات هاش صورت میگیره. هر دو امکانات و هر دو فسیلیتی فعلا در افغانستان وجود داره و اگر عملیات بسیار معمول است
و روزمره در شفاخانه‌های افغانستان به صدها واقعیش عملیات میشن. بله دکتر، چگونه ما بتانیم به امتنان عزیز ما من حیث متخصص شما به اونا ایراد بفرمایید که بتانن وقایی بکنن همچون، یعنی نیاز به عملیات نباشه، چه کارهایی را بکنن که یعنی منجر به این شکل مروده اضافی که تعریف کردیم او را باعث عملیات و جراحی شون؟ معمولا از نظر به اسباب اپندیسیت پیشتر عرض کردم که یک حادثه است که معمولا به تعقیب برهم خوردن اروای یا کنترسیانی دهی رودگک اضافی همین مشکل پیدا میشه که این قابل پیشگیری نیست، اما میگن که کسایی که زیاد با رژیم غذایی پرکالوری و کم بازدهی کمتر فایبردار سر و کار دارن و از این غذا استفاده میکنن بیش از اینا زیاد دیده میشه، بهتر است که غذای روزمره ما حاوی مقدار زیاد فایبر باشه تا از قطعیت ها و از سخت شدن کتلات بایدی جلوگیری صورت بگیره. بله.